درود دوباره خدمت همیانان ارجمند. امیدوارم که به اندازه کافی و بسنده و روشن درباره کمپین یادآوری نسل‌کشی ایرانیان و فرهنگ‌کشی توسط اسلام در 1400 سال پیش که قرار سالروز جنگ قادسیه 16 تا 19 نوامبر یا همون 25 تا 28 آبان برگزار بشه سخن گفته باشم و دیگه نیاز به توضیح بیشتری نباشه. مطلب دومی که خواستم که توجهتون رو جلب بکنم و با شما در میون بذارم این است که در 2-3 سالی که برنامه زرتشت از تلویزیون پارس پخش شده و تا کنون هم ادامه داشته، شماری از همیانان ارجمند ما در کالیفرنیا، در تگزاس، در کارولاینا، در چند ایالت امریکا و حتی یکی دو نفر از همیانان در کانادا محبت کردند و از نظر مالی این برنامه رو تامین کردن. این برنامه میدونید ما هممون خودمون پول میذاریم، پولی بر نمیداریم. ما کارمون چون تلویزیون نیست و شغل دیگری داریم، یکی مهندس، یکی پزشک، یکی کارمند حسابداری است و به هر حال به زندگی خودمون مشغولیم، ما هم خودمون پولی میذاریم که بتوانیم هزینه ایر این برنامه رو بدیم. برنامه خب ساعت خیلی مناسبی در ایران برگزار میشه، پخش میشه، جمعه شب ایرانه و همون جمعه یا آدینه نیمروز در امریکا و سر شب در اروپا. از این نظر هزینه هایی هست برای این برنامه که هزینهش عمدهش همون هزینه مبلغی است که باید به تلویزیون پارس داده بشه که این دوستان محبت بکنن و برنامه رو به هر حال رو ستلای پخش کنن. تو این 2-3 سال چند نفر، 7-8 نفر معمولا زحمت این کار رو کشیدن و بنابراین بود که این 2-3 سال برنامه جلو بیاد و اگر که اقبال عمومی شاملش بشه و هم میهنانی که به فرهنگ ایران علاقه مندن، به آیین زرتشت علاقه مندن، کلن دوست دارن که بیشتر ایران شناسی رو، مباحث ایران شناسی رو باشه آشنا بشن، اندیشه های زرتشت براتون باز باشه و خیلی از مسائل ریز و درشت فرهنگی و اجتماعی ما و البته تاریخی در این برنامه ها مورد کندوکاو و کنکاش قرار بگیره، بیاین جلو و دستی بالا بزنن و بتوانن که با دهشمندی کاری کنن که برنامه دست کم برای یه سال و نیم دیگه هزینه‌های خودش رو در بیاره، به تلویزیون پارس پرداخت کنه که ما مطمئن بشیم برای مثلا تا آخر سال 2019 برنامه ها برقراره و برنامه جلو ببره. بنابراین نیازی که احساس شد این بود که با خود شما همیانان ارجمند مطلب عنوان کنیم، به ویژه هموطنانی که در امریکای شمالی یا اروپا یا استرالیا هستن و می توانند طریق پیپل که داده خواهد شد تو برنامه کمک مالی بکنن و یا اگر که در امریکا یا کانادا هستن از طریق شماره حساب بانک چیس که شماره حساب جنبش رنسانس یا نوزایی ایرانی است که خدمتتون میدیم، دهشمندی خودتون رو واریز کنید تا ما بتوانیم این مبالغ رو کنار هم بگذاریم و هزینه های پخش برنامه رو به تلویزیون پارس تقدیم کنیم. چرا مهمه که برنامه به نام برنامه زرتوش باشه؟ موج ایرانگرایی که در کشورمون توی 5-6 سال گذشته بالا گرفته، اگر نه همش ولی بخشش، مطمئنن تحت تاثیر کوشش های ما بوده در رسانه ها، در شبکه های اجتماعی، سخنرانی ها، کتاب ها، مقالات و هم‌اندیشان ما. این موج رو نباید دست کم بگیریم. موج ایرانگرایی تنها عنصر توانمند و نیروی مؤثری است که در صحنه سیاسی و اجتماعی و فرهنگی ایران میتواند اسلامگرایی رو کنار بزنه، اونو منزوی کنه و باعث بشه که
یه بار دیگه کشور ما تو مسیر درست حرکت قرار بگیره. بارها گفتیم و همچنان میگیم که ما نیاز به یک پوست اندازی فرهنگی داریم و اگرم بخواهیم که دستاورد سیاسی داشته باشیم حتما باید رویکرد فرهنگی چاشنیش باشه. بدون بازنگری در برخی از گرفتاری فرهنگیمون، اگه امروز هم از چاله سیاستی بیرون بیایم، فردا به چاه دیگری در سیاست خواهیم افتاد. از اینو باید بکوشیم به جای مسکن به دنبال درمان قطعی و بنیادی باشیم. رخدادها در ایران بسیار شتابنده شده. سیر و روند رویدادها در کشور ما به گونه ایست که شاید یکی دو سال آینده یکی دو سال بسیار بسیار سرنوشت‌سازی باشه. این شعار نیست، چون به نظر میاد شرایط درونی کشور و همچنین شرایطی در بیرون از کشور به گونه ای داره پیش میره که امکان تغییرات بنیادی در ایران هست، تغییرات بنیادی سیاسی. اگر که هممیهنان ایران دوست و فرهنگ پرور این مطلب رو یه مقدار دقیق‌تر پیگیر شده باشن که حتما شدن، میدونن که به زنگاه بسیار مهمی است برای ما که بتوانیم در کنار تغییرات بزرگ سیاسی که در کشور تو این یکی دو سال آینده احتمالا انجام میشه، یک بار برای همیشه این پوسته ای که به عنوان یک زنگار، به عنوان یک رسوب روی ذهن انسان ایرانی کشیده شده رو بشکافیم، یه مقداری اذهان رو شخ بزنیم، اندیشه ها رو بارور کنیم، بکوشیم با همدیگه کار بکنیم، به هم آموزش بدیم، هم یه تکان فرهنگی به خودمون بدیم و هم بکوشیم که با برکشیدن فرهنگ ایران شهری، فرهنگ ایران پیش از اسلام و همچنین آموزه های انسانساز و گیتیساز و کشورساز زرتشت بزرگ یک طرح دیگر در کشورمون پیافکنیم. فکر میکنم خیلی از ما به این نتیجه رسیده ایم، چند ساله به این نتیجه رسیده ایم که راه رستگاری و بهروزی ایرانیان نه از جاده اسلامگرایی میگذره و نه از جاده غربگرایی، بلکه شاهرایی هست که ما اونو شاهرای ایران شهر و فرهنگ ایرانی میدونیم. از این رو برنامه مانند زرتشت باید بمونه و برنامه های همانند اون هم باز باید بیاید و بکوشد که با نگاهی سازنده خشت دیگر بگذاره تا این سازه و بنای فرهنگی ساخته بشه، به جای اینکه سنگریزه و یا کلوخ به طرف کسی دیگر پرتاب کنه، بکوشه سازندگی و کارآمدی خودش رو نشون بده. تمام هم و غم ما برای ماهای آینده و یکی دو سال آینده بطور مشخص همینه و فکر میکنیم که هیچ کسی نزدیکتر از خود شما بینندگان و هماندیشان نیست، چه هممیهنانی که زرتشتی زاده هستند، چه هممیهنانی که زرتشتی شدن و چه هممیهنانی که اصولا نه زرتشتی زادن و نه زرتشتی شدن ولی دل در گروه ایران دارن، فرهنگ ایران رو دوست دارن و زرتشت رو مانند من به عنوان یک اندیشمند، یک فیلسوف و یک والا جایگاه میشناسن که بسیار بسیار اندیشه هاش برای امروز روز ما رهگشا است. هموطنان یهودی ما، هممیهنان مسیحی ما، بهایی و مسلمان و هممیهنان کاملا اتئیست ما هم مطمئنن اگر که نگاه فرهنگی داشته باشن و دغدغه‌شون ایران باشه، میتوانن که با نگاه بسیار مثبتی برنامه زرتشت رو ارزیابی کنن و اونها هم در این دانشمندی شرکت کنند. الان که سخن من تموم میشه، همچنان که در آغاز این بخش برنامه یک کلیپ پخش شد، این کلیپ در حقیقت سخن من و چند نفر از دوستان ارزندمون در جنبش رنسانس یا نوزایی ایرانی که معمولا پای ثابت برنامه های برنامه تلویزیون زرتشت هستند می باشه که
از شما درخواست کردیم که برنامه رو پشتیبانی کنید که برنامه موندگار بشه و ما شرمنده مدیریت تلویزیون پارس از این به بعد نشیم و بتوانیم که هزینه های نسبتا قابل توجه ستلایت رو تقبل کنیم و پرداخت کنیم. برای هممیهنانی که میخواهند با پیپل بدن، آدرس پیپل در آخر کلیپ میاد. یک ایمیلی است farhin1393@gmail.com farhin1393@gmail.com. برای کسانی که میخواهند از طریق بانک واریز کنند، باز آخر همین کلیپ شماره حساب بانک چیس میاد که میتوانید مهر کنید و دهشمندی خودتون رو اونجا واریز کنید به اون حساب. و برای کسانی همینانی که میخواهند با کردیت کارت پرداخت کنند، اگر که محبت کنند بروند به نشانی تارنمای ما که در همین پایین نوشته شده iranianrenaissance.com، تو بخش دهشمندی یا دونیت که بروند میتوانند با کردیت کارت هم اونجا پرداخت کنند. از سوی خودم و دوستانی که در برنامه زرتشت حضور دارند و همچنین کسانی که بزرگتر ما در جنبش رنسانس نوزایی ایرانی هستند، دوستان در هیئت امنا، در شورای سرپرستی، رایزنان و دیگران، و کسانی که تا اکنون هزینه های برنامه رو به دوش کشیدن، هموطنانی که اینجا اونجا دهشمندی کردن، بسیار سپاسگزارم و امیدوارم که هفته دیگری که در من یا دوستان دیگر در خدمتون باشیم خبر خوبی بدیم که هزینه های برنامه تا حد زیادی تامین شد. بسیار سپاسگزارم از توجهتون و کلیپ الان پخش میشه. سپاسگزار میشم اگه خودکار کاغذ داشته باشید که اگر خواستید آدرس ایمیل یا شماره حساب بانک چیس رو یادداشت کنید. اگر هم که فرصت نکردید یادداشت کنید، رو همین تارنما یا وبسایت ما که این پایین نوشته شده میتوانید بروید. تو بخش دونیت هم شماره حساب هست و هم پیپل هست و هم با کردیت کارت امکان پرداخت. آدرس وبسایت هم همینه iranianrenaissance.com. بسیار از توجهتون سپاسگزارم. بدرود و روز و شبتون خوش. پاینده ایران.